سلام، در این برنامه شما رو با تعمیرات سیستم فنربندی جلوی اتومبیل پراید آشنا می‌کنیم. برای پیاده کردن سیستم فنربندی جلو، اول زائده توپی فنر رو نسبت به بدنه علامت گذاری می‌کنیم تا موقع جمع کردن توپی در موقعیت اولیه خودش قرار بگیره. اون وقت مهره سر کمک فنر رو چند رزوه شل می‌کنیم. بعد دو مهره اتصال توپی به بدنه رو باز می‌کنیم. حالا کلیپس نگه دارنده شیلنگ ترمز رو خارج میکنیم و شیلنگ ترمز رو از پایه کمک جدا میکنیم. بعد پیچای اتصال کمک فنر به سگ دست رو باز میکنیم و سیستم فنربندی جلو رو خارج می‌کنیم. سیستم فنربندی جلو تشکیل شده از یک کمک فنر روغنی تلسکوپی مجهز به سوپاپ دو طرفه، یک فنر کوئلی یا لول، صفحه نگه دارنده و توپی فنر. حالا با استفاده از ابزارهای اختصاصی به شماره 49-0-223-640-B و 49-0-370-641 سیستم فنر رو تحت فشار قرار میدیم. دقت کنید ناخنک‌های ابزار درست روی فنر قرار بگیره. اون وقت به کمک ابزار اختصاصی به شماره 49S120710 توپی رو ثابت نگه می‌داریم و مهره سر کمک فنر رو باز می‌کنیم. بعد توپی و صفحه نگه دارنده رو جدا می‌کنیم. اون وقت فنر کوئلی رو در میاریم و در نهایت گردگیر شافت فنر رو خارج میکنیم. حالا به کنترل و ابیابی قطعات سیستم فنربندی جلو میپردازیم. کمک فنر جلو رو از نظر کج بودن که باعث تغییر در زوایای چرخ و لاستیک سایی میشه بازدید میکنیم. همچنین روغن ریزی از قسمت کاسه نمد رو کنترل میکنیم. برای کنترل سوپاپ دو طرفه کمک فنر رو درست در وضعیتی که روی اتومبیل نصب میشه روی گیره میبندیم. بعد شافت کمک رو به طرف داخل و خارج حرکت میدیم. این حرکت باید بدون قفل بست باشه. در صورت وجود هر یک از عیب‌های گفته شده، کمک فنر باید تعویض بشه. فنر کوئلی رو از نظر کاهش احتمالی ارتفاع که به علت خستگی فنر به وجود میاد و همینطور از نظر پیچیدگی کنترل می‌کنیم. طول آزاد فنر لول باید 369 میلی‌متر باشه. توپی رو از نظر پارگی و ضعیف شدن قسمت لاستیکی کنترل می‌کنیم. لاستیک ضربه‌گیر زیر صفحه نگهدارنده رو از نظر پاره شدن و له شدگی بررسی می‌کنیم. کاوچوی کفگرد رو که حکم یه بولورینگ رو داره از نظر شکستگی و ساییدگی و فقدان گریس کنترل می‌کنیم. گردگیر کمک فنر رو از نظر پارگی که منجر به روغن ریزی کاسه نمد میشه بازدید میکنیم. سیستم فنربندی کنترل شد و حالا شروع میکنیم به جمع کردن. اول فنر رو در محل خودش روی کمک فنر به صورتی قرار میدیم که انتهای لایه آخر فنر درست در زائده نشست فنر قرار بگیره.
در ضمن لایه‌های علامت گذاری شده با رنگ باید به سمت پایین باشه. بعد گردگیر رو نصب می‌کنید. موقع نصب کاچوی کفگر دقت کنید که پخی‌های کاچوی کفگر و صفحه نگهدارنده بر هم منطبق بشن. شیارهای روی کفگرد رو گریس‌کاری می‌کنیم و اون رو روی صفحه نگهدارنده نصب می‌کنیم. حالا لاستیک ضربه‌گیر رو روی صفحه نگهدارنده می‌ذاریم و اونا رو در محل خودشون قرار میدیم. بعد گردگیر کاچوی کفگرد رو نصب میکنیم. اون وقت واشر تخت صیقلی رو روی کاچوی کفگرد میذاریم. دقت کنین شافت کمک فنر به اندازه کافی بیرون باشه تا واشر تخت درست دور شافت قرار بگیره. حالا توپی رو نصب میکنیم و مهره سر کمک فنر رو میبندیم. گشتاور مهره سر کمک فنر 5.5 الا 6.9 کیلوگرم متره. موقع نصب سیستم فنربندی جلو روی ماشین، ضمن رعایت علامت گذاری روی توپی و بدنه، دقت کنید که گشتاور مهره های توپی باید 3 الا 3.7 کیلوگرم متر باشه و گشتاور پیچ های اتصال کمک فنر به سگ دست باید 9.5 الا 11.9 کیلوگرم متر باشه. در این برنامه شما رو با تعمیرات مجموعه اکسل جلوی اتومبیل پراید آشنا می‌کنیم. برای پیاده کردن اکسل جلو از روی اتومبیل با استفاده از ابزار اختصاصی به شماره 49S120710 مهره پلوس رو شل می‌کنیم. برای این کار هرگز از ترمز استفاده نکنید. اون وقت سیلندر ترمز رو از توپی جدا می‌کنیم. برای این کار پیچ‌های نگهدارنده سیلندر ترمز رو باز می‌کنیم. سیلندر ترمز رو از تکیه‌گاهش جدا می‌کنیم. و اونو با یک قلاب آویزون می‌کنیم. حالا موقع جدا کردن سیبک میل فرمانه. اول اشپیل نگهدارنده مهره رو خارج می‌کنیم. بعد مهره رو باز می‌کنیم. اون وقت به کمک ابزار اختصاصی به شماره 49-0118-850-C سیبک رو از سگ دست جدا می‌کنیم. برای جلوگیری از پاره شدن گردگیر سیبک با پیچ گوشتی گردگیر رو به بالا فشار می‌دیم و ابزار اختصاصی رو درست زیر اون وصل می‌کنیم و سیبک رو آزاد می‌کنیم. بعد پیچ اتصال سیبک طبق به سگ دست رو باز میکنیم. حالا پیچ های پایه کمک رو باز میکنیم. سرآخر با استفاده از ابزار اختصاصی به شماره 49-0710-520 پلوس رو از توپی جدا می‌کنیم. به این ترتیب مجموعه اکسل جلو آزاد میشه. مجموعه اکسل سمت دیگر را هم به همین ترتیب که مشاهده کردید پیاده می‌کنیم. مجموعه اکسل جلو تشکیل شده از کاسه نمد، سگ دست، محافظ دیسک ترمز، دیسک ترمز، توپی و مجموعه رول برینگ ها.
برای جدا کردن سگ دست از توپی از سه ابزار اختصاصی به شماره های 49G033102، 49G03C727 و 49D033101 استفاده میکنیم. اول کاسه نمد رو از محل خودش خارج میکنیم، بعد ابزار اختصاصی رو روی سگ دست نصب میکنیم. اون وقت دو ابزار اختصاصی دیگر رو به هم متصل میکنیم و درست روی شافت توپی قرار میدیم. بعد به کمک پرس توپی و سگ دست رو از هم جدا میکنیم. توجه داشته باشین قبل از جدا کردن دیسک از توپی باید اونا رو علامت گذاری کنیم تا موقع جمع کردن در همون وضعیت قرار بگیرن. بعد پیچای اتصال دیسک به توپی رو باز میکنیم. حالا دیسک و توپی به راحتی از هم جدا میشن. برای جدا کردن رول برینگ از توپی از سه ابزار اختصاصی، یکی به شماره 49F401366A و دو ابزار دیگه به شماره 49B092372 استفاده می‌کنیم. برای این کار اول واشر تنظیمی رول برینگ رو خارج می‌کنیم. بعد ابزارهای اختصاصی رو روی توپی قرار میدیم و دو کپه رول برینگ کش رو در اطراف اون میذاریم. اون وقت به کمک پرس رول برینگ رو از توپی جدا میکنیم. حالا با استفاده از یه سنبه و ضربات ملایم چکش قاب محافظ دیسک ترمز رو از سگ دست جدا می‌کنیم. برای خارج کردن کنس‌های داخلی توپی ابزار اختصاصی به شماره 49FT01361 رو طوری می‌بندیم که ناخن‌های ابزار درست زیر کنس داخلی قرار بگیرد. حالا به کمک پرس کنس ها رو خارج میکنیم. در این تصویر قطعات اکسل جلو رو مشاهده میکنیم که میبایست مورد کنترل و بررسی قرار بگیرن. دقت داشته باشین که این قطعات قابل تعمیر نیستن و در صورت معیوب بودن باید تعویض بشن. رول برینگ ها رو باید از نظر ساییدگی در کنس داخلی و کنس خارجی با چشم مسلح کنترل کنیم. توجه داشته باشین موقع جمع کردن باید هر کنس برای رول برینگ خودش استفاده بشه و با هم عوض نشن. توپی رو از نظر تاب دیدگی شافت یا شکستگی در قسمت‌های مختلف و همینطور خوردگی محل نشست کنس‌های داخلی رول برینگ‌ها بازدید می‌کنیم. کاسه نمدها یه بار مصرفن و موقع جمع کردن اکسل باید حتما از کاسه نمد نو استفاده بشه. سگ دست رو باید از نظر تاب دیدگی و شکستگی در قسمت سگ دست و شغال دست و یا خوردگی در محل کنس های خارجی رول برینگ ها مورد بررسی قرار داد. محافظ دیسک ترمز ممکنه پیچ خوردگی و یا له شدگی داشته باشه. دیسک ترمز باید از نظر تاب دیدگی کنترل بشه. حد مجاز تاب دیدگی دیسک 0.1 میلیمتر. همینطور ضخامت دیسک رو کنترل میکنیم. ضخامت استاندارد دیسک 13 میلیمتره که میتونه به حداقل 11 میلیمتر برسه. تا
اینجا طرز پیاده کردن اکسل جلو، باز کردن قطعات و ایبیابی اونو مشاهده کردیم. حالا به نحوه جمع کردن اکسل جلو میپردازیم. برای این کار اول یک کنس سگ دست رو با پرس جا میزنیم. بعد کنس سمت دیگه سگ دستم به همین ترتیب سوار میکنیم. دقت کنید چنانچه یکی از قطعات مثل سگ دست یا رول برینگ ها تعویض بشه، باید حتما لقی رول برینگ ها کنترل بشه. برای انتخاب واشر تنظیمی تنظیم لقی رول برینگ ها از ابزار اختصاصی به شماره 49B201127 استفاده میکنید. به این ترتیب که ابزار رو روی گیره میبندیم، پیچ ابزار رو باز میکنیم و مغزی فشار دهنده کنس رو برمیداریم. بعد رول برینگ رو داخل شافت ابزار میذاریم و واشر تنظیمی انتخابی رو روی اون قرار میدیم. اون وقت سگ دست رو روی این مجموعه میذاریم. حالا رول برینگ دیگر هم در محل خودش قرار میدیم و مغزی فشار دهنده رو روی اون میذاریم و پیچ ابزار اختصاصی رو میبندیم و به اندازه 16 الی 24 کیلوگرم متر سفت میکنیم. توجه داشته باشین در حین سفت کردن پیچ باید سگ دست آزادانه حرکت کنه، در غیر این صورت باید از واشر تنظیمی ضخیمتری استفاده بشه. حالا قلاب نیروسنج رو به محل تکیگاه سیلندر ترمز وصل میکنیم و مقدار گشتاور سگ دست رو اندازه میگیریم. گشتاور استاندارد در صورت استفاده از نیروسنج 33 الی 1.58 کیلوگرم و در صورت استفاده از ترکمتر 2.5 الی 12 کیلوگرم سانتی متر. چنانچه گشتاور به دست آمده کمتر یا بیشتر از حد استاندارد بود، باید انتخاب واشر تنظیمی و کنترل اونو اونقدر ادامه بدیم تا به گشتاور مطلوب برسیم. حالا پس از خارج کردن رول برینگ ها و واشر تنظیمی انتخابی، قاب محافظ دیسک ترمز روی سگ دست قرار میدیم و با استفاده از یه ابزار مناسب با ضربات چکش اونو به محل خودش هدایت میکنیم. بعد رول برینگ همین سمتو به گریس آغشته میکنیم و در محل خودش قرار میدیم. اون وقت یک کاسه نمد نو رو روی اون میذاریم و با استفاده از ابزار اختصاصی به شماره 49B201795 کاسه نمد رو جا میزنیم. موقع متصل کردن دیسک به توپی، چنانچه از دیسک و توپی قبلی استفاده میشه، دقت کنین که در وضعیت علامت گذاری شده قرار بگیرن. بعد پیچای اتصال اونا رو میبندیم و به اندازه 4.5 الی 5.5 کیلوگرم متر سفت میکنیم. اون وقت مجموعه سگ دست رو روی شافت توپی قرار میدیم و واشر تنظیمی مشخص شده رو تو محل خودش میذاریم. حالا با استفاده از ابزار اختصاصی به شماره 49F401331 و به کمک پرس رول برینگ داخل سگ دست رو روی شافت توپی جا میزنیم. بعد رول برینگ دیگر رو به گریس آغشته میکنیم و سر جاش قرار میدیم. اون وقت با استفاده از ابزار اختصاصی به شماره 49D034221 به کمک پرس رول برینگ رو جا میزنیم. توجه داشته باشین که در حین این کار نباید هیچ نوع فشاری روی سگ دست باشه. در خاتمه یک کاسه 99 رو روی سگ دست قرار میدیم و به کمک ابزار اختصاصی به شماره 49B201795 اونو به محل خودش هدایت میکنیم. حالا اکسل جلو آماده است که روی اتومبیل نصب بشه.
این برنامه به آموزش تعمیرات پلوس اتومبیل پراید اختصاص داره. برای باز کردن مهره پلوس، ابزار مخصوص به شماره 49S120710 رو به نحوی که مشاهده میکنین روی توپی میبندیم. دقت کنید، برای باز کردن مهره پلوس هرگز نباید از ترمز استفاده کرد. بعد قفل کننده مهره پلوس رو آزاد میکنیم و مهره پلوس رو باز میکنیم. و سپس چهار مهره اتصال میل موجگیر به شاسی رو باز میکنیم. بعد پیچ و مهره اتصال سگ دست به سیبک طبق پایین رو باز میکنیم و سیبک رو از طبق جدا میکنیم. قبل از جدا کردن پلوس از دیفرانسیل باید واسگازین گیربوکس و دیفرانسیل رو تخلیه کنیم. برای خارج کردن پلوس از دیفرانسیل، تایلور رو پشت پلوس قرار میدیم و با یک ضربه چکش پلوس رو خارج میکنیم. توجه داشته باشین که هزار خاری پلوس با یک خار قفل کننده داخل دنده پلوس قفل میشه. بنابراین چنانچه با ضربه اول چکش پلوس از دیفرانسیل خارج نشه، باید پلوس رو بچرخونیم و از یه محل دیگه با چکش ضربه وارد کنیم. اگه بخوایم پلوس سمت دیگر هم خارج کنیم، باید یه شافت موقت در محل اتصال پلوس به دیفرانسیل قرار بدیم تا دنده های پلوس جابجا نشن. چنانچه جدا کردن هزار خاری توپی چرخ از هزار خاری پلوس به راحتی انجام نشه، از ابزار اختصاصی به شماره 49-0710-520 استفاده میکنیم. پیچای ابزار رو روی توپی میبندیم و با سفت کردن پیچ ابزار مخصوص پلوس رو از توپی جدا میکنیم. عملکرد پلوس در اتومبیل پراید انتقال نیروی گردشی از دیفرانسیل به چرخ است. پراید دارای دو پلوس هست. یک پلوس بلند به طول 895 میلیمتر و یک پلوس کوتاه به طول 619 میلیمتر. پلوس بلند به علت طول بیشتر و نیروی گریز از مرکز بیشتری که تحمل میکنه دارای یک بالانسره. بالانسر روی شافت جای معینی داره که این فاصله تا سر پلوس حدود 486 میلیمتر به اضافه منهای 3 میلیمتره. هر پلوس دارای دو مفصله که عبارتند از مفصل سمت گیر بوکس و مفصل سمت چرخ. مفصل سمت چرخ قابل تعویض نبوده و با شافت یک پارچه تعویض میشه، ولی مفصل سمت گیربوکس به صورتیه که لاله‌ای و سه شاخش قابل تعویض هستن. همچنین گردگیرها قابل تعویضن و در صورت پارگی سریعاً باید عوض بشن، وگرنه به مفصلها آسیب میرسونن. برای درآوردن لاله پلوس، اول بست رو خارج میکنیم، بعد بست گردگیر رو در میاریم
اون وقت گردگیر رو آزاد میکنیم و لاله‌ای رو از شافت جدا میکنیم. برای خارج کردن سه شاخه خلوص، خار نگه دارنده رو خارج میکنیم. بعد با استفاده از یه سنبه برنجی با ضربات چکش سه شاخه رو از شافت جدا میکنیم. لاله ای رو باید از نظر خوردگی در محل نشست ساچمه‌های سه شاخه با دقت بازبینی کنیم. همینطور محل نشست کاسه نمد روی دیفرانسیل. موقع انجام تعمیرات باید مراقب بود که محل نشست کاسه نمد آسیب نبینه، چون منجر به روغن ریزی میشه. همینطور باید سالم بودن هزارخواری درگیر با پلوس رو کنترل بکنیم. در صورت وجود هر یک از عیب‌های گفته شده باید لاله‌ای رو تعویض کرد. سه شاخه پلوس رو باید از نظر خوردگی در ساچمه‌های اصلی، خوردگی در ساچمه‌های سوزنی و خوردگی در هزارخواری درگیر با شافت پلوس کنترل کرد. در صورت وجود هر یک از عیب‌های گفته شده سه شاخه باید تعویض بشه. برای جمع کردن متعلقات مفصل سمت گیربوکس، شافت پلوس رو به گیره می‌بندیم و گردگیر قبلی سالم یا نو رو جا می‌زنیم. موقع نصب سه شاخه پلوس دقت کنید قسمت پخ دنده به طرف بالا و قسمت کونیک دنده به سمت پایین قرار بگیره. بعد خار نگه دارنده سه شاخه رو نصب میکنیم. اون وقت سه شاخه رو کاملا به گریس آغشته میکنیم و لاله‌ای رو روی شافت سوار میکنیم. در نهایت گردگیر رو به لاله‌ای متصل میکنیم و بست‌های مربوطه رو که حتما باید نو باشن میبندیم. حالا پلوس آماده است که روی اتومبیل نصبش کنیم. در این برنامه به آموزش تعمیرات سیستم فنربندی عقب اتومبیل پراید می‌پردازیم. برای پیاده کردن سیستم فنربندی عقب، اول باید کاور آستری گلگیر عقب رو که با 7 پیچ به بدن متصله باز کنیم تا به محل اتصال سیستم فنر به بدنه دسترسی پیدا کنیم. بعد از باز کردن چرخ به کمک ابزارهای اختصاصی به شماره 49-0-223-640-B و 49-0-370-641 فنرهای کوئلی رو فشرده می‌کنیم. اون وقت مهره‌های سر کمک فنر رو باز می‌کنیم. بعد واشر فلزی و لاستیک ضربگیر هم خارج میکنیم. حالا پیچ پایه کمک رو باز میکنیم و سیستم فنربندی رو از ماشین جدا میکنیم. همینطوری که ملاحظه میکنیم. مجموع قطعاتی که مشاهده می‌کنین سیستم فنربندی عقب اتومبیل پراید که تشکیل شده از یک کمک فنر روغنی تلسکوپی که مجهز به سوپاپ دو طرف است، یک فنر کوئلی یا لول، گردگیر کمک فنر، لاستیک‌های ضربه‌گیر و واشرهای فلزی نگهدارنده. کمک فنر عقب و مثل کمک فنر جلو کنترل می‌کنیم، یعنی از نظر کج بودن
و همینطور روغن ریزی از قسمت کاسه نمد و سالم بودن سوپاپ دو طرفه. در صورت وجود هر یک از عیب‌های گفته شده، کمک فنر باید تعویض بشه. در ضمن سالم بودن بوش لاستیکی پایه کمک فنر را هم باید کنترل کرد. فنر کولی رو از نظر کاهش احتمالی ارتفاع که به علت خستگی فنر به وجود میاد و همینطور از نظر پیچیدگی بازبینی می‌کنیم. طول آزاد فنر لول باید 330 میلیمتر باشه. گردگیر کمک فنر هم از نظر پارگی که منجر به روغن ریزی کاسه نمد میشه بازدید میکنیم. لاستیک های ضربگیر هم از نظر پاره شدن و له شدگی باید کنترل بشن. توجه داشته باشید برای نصب سیستم فنربندی عقب روی اتومبیل برعکس روش پیاده کردن عمل میکنیم. در این برنامه شما رو با تعمیرات مجموعه اکسل عقب اتومبیل پراید آشنا می‌کنیم. برای پیاده کردن اکسل عقب، بعد از جدا کردن کمک فنرها از اکسل، اول کابل‌های ترمز دستی رو از کاسه چرخ جدا می‌کنیم. برای آزاد کردن کابل ترمز دستی، اشپیل رو بیرون می‌کشیم. پین اهرم ترمز دستی رو خارج می‌کنیم و سر کابل رو آزاد می‌کنیم. اون وقت بست اتصال کابل‌های ترمز دستی به اکسل رو باز می‌کنیم تا کابل ترمز دستی آزاد بشه. بعد پایه کابل‌های ترمز دستی رو از اکسل جدا می‌کنیم. حالا لوله‌های فلزی روغن ترمز رو از شیلنگ‌های مربوطه باز می‌کنی. و با خارج کردن کلیپس، شیلنگ‌ها رو از اکسل جدا می‌کنی. برای جلوگیری از ریزش روغن، شیلنگ‌ها رو با درپوش مسدود می‌کنی. بالاخره پیچ‌های اتصال پای اکسل به شاسی رو باز می‌کنی. اکسل عقب پراید حالت فلکسیبل داره، یعنی پوسته بین دو بازویی مثل فنر عمل میکنه و حالت ارتجاعی داره و به همین دلیل این اکسل فاقد موجگیره. برای اکسل های پراید دو مسئله پیش میاد. یکی اینکه بر اثر ضربه خوردن بازوهای اکسل کج میشه و زوایای چرخ به هم میخوره، در نتیجه لاستیک‌سایی شدیدی به وجود میاد. در این حالت اکسل باید تعویض بشه. برای تعویض اکسل با باز کردن این پیچ‌ها توپی چرخ‌ها رو از اکسل جدا می‌کنیم. همچنین پایه‌های اتصال اکسل به شاسی رو از اکسل جدا می‌کنیم. و این قطعات رو روی اکسل نو نصب میکنیم. مورد بعدی خرابی در بوش‌های لاستیکی اکسله. برای خارج کردن بوش کهنه از اکسل، از یک پولیکش دو فکه که به قفلکن فک‌ها مجهز باشه استفاده می‌کنیم.
برای جا زدن بوش نو باید بوش طوری در محل خودش قرار بگیره که علامت R به سمت عقب اتومبیل و علامت F به سمت جلوی اتومبیل باشه. برای جا زدن بوش نباید از روغن یا گریس استفاده کنید. برای سهولت کار میتونین از مایع شوینده استفاده کنید. موقع نصب واشرهای فیبری سالم بودن اونا رو کنترل میکنید. بعد پایه اتصال اکسل به شاسی رو نصب میکنید. دقت کنید سفت کردن پیچ‌های اتصال زمانی انجام میشه که اکسل روی اتومبیل نصب شده باشه و چرخ‌های ماشین روی زمین قرار بگیرن. مقدار گشتاور این پیچ ها 9.5 الی 11.9 کیلوگرم متره. همچنین گشتاور دو پیچ بالایی اتصال پایه به شاسی 5.5 الی 6.9 کیلوگرم متر و گشتاور پیچ پایینی اتصال پایه به شاسی 9.5 الی 11.9 کیلوگرم متره. حالا برای نصب اکسل عقب روی اتومبیل به عکس ترتیب پیاده کردن عمل می‌کنیم. امیدوارم این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. خدا نگهدار. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.